امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن همراه ما هستن. خوش آمدین آقای شکری. زمستان سخت در شهرهای مختلف ایران ادامه داره و مردم علاوه بر بحران قطعی گاز خانگی با مشکلات دیگه هم دست و پنجه نرم میکنن، برای مثال قطعی گاز نانوایی ها یا کسب و کارهای مختلف. میدونیم که خیلی از این کارگران این واحدها روزمزد هستن و اگر کار نکنن درآمدی هم ندارن. شما تاثیر یک چنین نابسامانی ها و معضلاتی رو بر فضای سرشار از نارضایتی این روزهای ایران چه میبینین؟ چه میتونه باشه؟ بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. باید اشاره بکنم که در هر جامعه ای، در هر کشوری فرق نمی کنه، از کشورهای فقیر آفریقایی تا کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی، هر جامعه ای سه مؤلفه مورد نیازش امنیت، غذا و انرژی هستش که در حال حاضر هر سه مؤلفه مهم در آینده یک جامعه در ایران با علامت‌های سوال زیادی مواجه شده. اگر به سوال شما برگردم، خب وقتی که پارسال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، هیچ کدام از این شش کاندید برنامه جامعه برای ابربحران انرژی، ابربحران تغییرات اقلیمی و ابربحران آب نداشتند و ما الان در روزهای آخر دی ماه شاهد هستیم که هر روز دامنه بحران انرژی و گاز طبیعی در کشور در شهرها افزایش پیدا میکنه و همونطور که اشاره کردید، وقتی برخی کارگران روزمزد و به خاطر قطعی گاز نتونن کار بکنن و خانواده با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، حتی کسانی که شغلشون ثابت هستش با توجه به تورم بالای ایران نمیتونن حداقل های نیازها را برای خانواده خودشون فراهم بکنن و کارگران روزمزدی که به خاطر این بحران انرژی نمیتونه سر کار بره و برخی واحدهای صنعتی به خاطر قطع گاز تعطیل شده، متاسفانه این کارگران در وسط بسیار بدی هستند و اکثرا هم جزء اخشار آسیب پذیر هستند و در شهرهای فقیر هم متاسفانه میبینیم که بیشترین حجم بحران انرژی دامنگیر شهرهای فقیر و استانهای محروم و متاسفانه قشر کارگران که کارگران روزمزد هستند شده. متاسفانه نمیشه آینده روشنی برای وضعیت فعلی ایران پیش بینی کرد و اگر دولت و نظام نتونن این بحران رو مدیریت بکنن که فعلا چنین پتانسیلی براشون نمیتونیم ببینیم و متاسفانه آینده روشنی هم نیست، بشر آسیب پذیر و بمشه کارگران روزمزد متاسفانه فشار بیشترین فشار این بحران ابر بحران انرژی و بحران گاز طبیعی و تورم بالا را متاسفانه در هفته های آینده و ماه های آینده متاسفانه باید شاهد باشیم که این روی دوش این دش سنگینی خواهد کرد. آقای شکری، شما هم الان اشاره کردین قطعی گاز فقط یک مشکل در حوزه انرژی نیست و دامنش خب خیلی گسترده تر هستش. از دیدگاه شما جمهوری اسلامی راهکار کوتاه مدت و بلند مدتش برای حل این مشکل چه میتونه باشه در زمینه توسعه در واقع صنعت گاز؟ نکته خیلی مهمی در این هستش که بدون رفع تحریم ها ایران با تکنولوژی و منابع داخلی منابع شرکت داخلی اصلا و ابدا قادر به حل و کنترل ابربحران انرژی نیست و متاسفانه دامنه این ابربحران انرژی سال آینده، پاییز و زمستان سال آینده هم بیش از این افزایش خواهد یافت. چرا؟ چون فعلا ظرفیت تولید با ظرفیت مصرف برابری نمی کنه و سالانه بین 5 تا 7 درصد گاز طبیعی یعنی مصرفش در داخل کشور افزایش پیدا میکنه و ظرفیت تولید نمیتونه این افزایش مصرف رو برآورده بکنه. فعلا 7 درصد گاز تولید کشور به عراق و ترکیه صادر میشه که سال گذشته جمهوری اسلامی 4 میلیارد دلار ازش تونست درآمد ارزی کسب بکنه. تنها کاری که میتونه در کوتاه مدت بکنه شاید حجم گاز صادراتی رو دوباره به عراق و ترکیه کاهش بده، بازم به قطع گاز واحدهای پتروشیمی، کارخانجات سیمان و کارخانجات فولاد ادامه بده و یا با افزایش مازوسوزی در نیروگاه ها شاید بتونه بخشی از گازی که تحویل نیروگاه ها داده میشد به بخش مسکونی منتقل بشه که خب همه اینها هم داره عوارض زیادی هستند. افزایش مازوسوزی به معنای افزایش آلودگی هوا، افزایش بیماری‌های تنفسی در شهرهایی هستش که نیروگاه های حرارتی اونجا هستند. اگه بخواد گاز عراق و ترکیه رو به حجمش کم بکنن، این بازار در آینده از دست خواهد داد. بعد کردن بدون رفع تحریم ها آینده روشنی برای ابر بحران انرژی نه در زمستان امسال و متاسفانه در پاییز و زمستان آینده نمیشه متصور بود. آقای شکری، ممنونم از همراهی و توضیحات شما.